슬픔을 힘과 용기로 바꾸어. زمان دقیق مرگ کیم جونگ ایل رهبر 69 ساله کره شمالی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز شنبه و علت مرگ او شوک قلبی ناشی از خستگی کار زیاد و مسافرت طولانی با قطار اعلام شده است. کیم جونگ ایل پس از مرگ پدرش کیم ایل سونگ در سال 1994 میلادی جانشین وی شد و اکنون نیز کوچکترین پسرش کیم جونگ اون 28 ساله را که دانش آموخته غرب است به عنوان جانشین خود منصوب کرده بود. پس از اعلام رسمی مرگ رهبر کره شمالی، نیروهای مسلح این کشور به حالت آماده باش کامل در آمدند و حزب کارگران حاکم بر کره شمالی اعلام کرده است به اصول و عقاید خاندان ایل همچنان پایبند خواهند ماند. لی میونگ باگ رئیس جمهور کره جنوبی نیز در این کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرده و به نیروهای مسلح و تمام کارکنان دولت آماده باش داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور کره جنوبی از لزوم همکاری‌های نزدیکتر سئول و واشنگتن برای مقابله با آنچه پیامدهای پس از مرگ رهبر کره شمالی خوانده شده سخن گفته است. کره جنوبی یک کمیته اضطراری را مأمور کرده و از امکان بی‌ثباتی شبه جزیره ابراز نگرانی کرده است. کیم جونگ ایل رهبری بزرگ برای مردم کره و دوست صمیمی چین بود و نقش زیادی در توسعه سوسیالیسم داشت و ما از مرگ او شوکه شدیم و ابراز تأسف میکنیم. یوشیهیکو نودا نخست وزیر ژاپن هم وقتی از مرگ رهبر کره شمالی باخبر شد سخنرانیش را در یک مراسم قطع کرد و با حضور در دفتر کارش نشست اضطراری امنیتی تشکیل داد. دولت کره شمالی اعلام کرده از پیکر کیم جونگ ایل رهبر فقید این کشور 29 دسامبر برابر با 7 دی ماه به خاک سپرده خواهد شد. محمد کاظم روحانی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرق آسیا، چین. زندگی مقامات کره شمالی اسراری برای رسانه‌های خارجی است و کمتر خبری درباره کیم جونگ ایل و خانواده‌اش بر اساس منابع موثق و قطعی در سال‌های اخیر منتشر شده است. در حالی که منابع روسی محل تولد کیم جونگ ایل را روستای ویاتسکو در شرق روسیه در سیبری اعلام کردند، منابع رسمی کره شمالی محل تولد وی را منطقه کوهستانی بیدو در کره شمالی ذکر می‌کنند. برخی رسانه‌ها سال تولد وی را 1940 و برخی دیگر 1942 نوشتند. کیم جونگ ایل در سال 1964 در رشته اقتصاد سیاسی از دانشگاه کیم ایل سونگ در پیونگیانگ فارغ التحصیل شد. در دهه 1980 در ردیف 7 عضو شورای فرماندهی کره شمالی انتخاب شد. در سال 1992 فرمانده ارتش شد. همچنین در این سال مسئولیت امور داخلی کشور را بر عهده گرفت و دبیر کل حزب کمونیست کارگران کره شمالی شد. وی از سال 1994 تا قبل از مرگش قدرت را در کره شمالی در اختیار داشت. مهمترین رویداد سیاسی دوره زمامداری کیم جونگ ایل آزمایشات هسته‌ای و مذاکرات کره شمالی با قدرت‌های بزرگ درباره برنامه هسته‌ای، مشکلات اقتصادی و چالش با کره جنوبی و ژاپن بوده است. مقدمات جانشینی وی از سال 2008 که کیم جونگ ایل سکته مغزی کرد در حال فراهم شدن بود. کیم جونگ اون پسر سوم وی قرار است جانشین پدر شود. کیم جونگ اون که در سوئیس تحصیل کرده در سال 1989 عضو ارشد کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس کمیسیون نظامی شد. در سال 2010 نیز در سفر به چین همراه پدرش بود. از سال 1949 قدرت در کره شمالی در دست خاندان کیم ایل سونگ است و اکنون سوال مهم در کره شمالی و شرق آسیا این است که آیا کیم جونگ اون سیاست دیگری را اتخاذ خواهد کرد یا اینکه راه پدر را ادامه خواهد داد.